یک دو سه ما خوش نمکی ما با نمک کلی انرژی داریم اگه حتی نخوای بخندی ما به خندت میاریم دور هم دیگه شادیم توی جمع فوق العاده خوش میگذره با ما بخندی کنار خانواده ما خوش نمکی ما با نمک 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 خوش نمک با نمک خوش نمک با نمک خوش نمک با نمک خوش نمکی ما با نمک به نام پروردگار شادی آفرین هموطنان عزیزم ایرانیان دوست داشتنی سلام خدا رو شاکریم که یک بار دیگه این فرصت رو به ما داد که با خوش نمک خدمتگزار شما عزیزان باشیم و گل لبخند روی لبان شما همیهنان عزیزمون جاری بکنیم مرحله دوم برنامه خوش نمک هست و پنج شرکت کننده ای که با آرای تماشاچی ها در مرحله مقدماتی به این مرحله راه پیدا کردن پنج تا آدم با نمک پنج تا آدم دوست داشتنی پنج تا آدم بامزه که امشب قراره یک برنامه بی‌نظیر رو به کمکشون تقدیم نگاهتون بکنیم یه توضیح مختصر در خصوص مرحله دوم خوش نمک خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم ما توی مرحله مقدماتی پنج شرکت کننده و پنج بازی داشتیم اما در مرحله دوم پنج شرکت کننده و چهار بازی داریم این برای اینه که شرکت کننده هامون توی هر بازی فرصت بیشتری داشته باشن برای اینکه نمک خودشونو بریزن بیرون و کلی خنده و نشاط تولید بکنن و یکی دیگه از اتفاقاتی که در مرحله دوم افتاده اینه که توی مرحله مقدماتی یک نفر با رأی تماشاچی ها با بیشترین رأی می اومد بالا و به انتخاب خودش یک نفر رو برای مرحله بعد با خودش همراه میکرد اما در مرحله دوم به این شکل نیست دو نفری که بیشترین رأی رو از تماشاچی های عزیز ما کسب بکنن مستقیما به مرحله بعدی راه پیدا خواهند کرد امیدوارم که برنامه جذاب و بی‌نظیری بشه تماشاچیامون که فور انرژی ان شرکت کننده هامون هم که با نمکن مطمئنم همینطور خواهد بود با ما همراه باشید و اما شرکت کننده هایی که در مرحله اول باشون آشنا شدید الان هم اینجا مقابل من تشریف دارن خیلی پر انرژی تر خیلی با نمک تر خیلی بعدی شما بگی خیلی خوشگل تر قشنگ تر محمد خوبی؟ قربون شما برم خوشحالم که میبینمت عزیز هستید به همچنین بازخورد برنامه چطور بود؟ خوب بود آره. راضی بودی؟ بله خدا رو شکر دوستا آشنا کسایی که دیده بودن برنامه را نظرشون چی بود در مورد؟ اکثرا نظر مثبت داشتن نسبت همه گفتن آره. آره همه کلی تعریف کردن تعریف کردن کلی هم عکس گرفتن با تو خیابون نه دیگه این دفعه میگیرم من به قول فیتم شربین چطوری؟ ممنون مرسی دلم واسه سیبیلات تنگ شده بود بابا تو نمیوردی؟ چرا؟ کو؟ اصلا بدون اون جایی نمیدم به افتخار پدر شربین مرد طلا فروش بازخورد برنامه چطور بود واسه؟ خوب بود عالی بود خب خدا رو شکر خیلی مخلصم دورت بگردم فدای شما بازخورد برنامه چطور بود واسه؟ خوب بود خدا رو شکر خوب بود عالی بود بله مهدی مثلا دوست آشنا رفیق فامیل دیدن چی گفتن؟ میگفتم بیا همین بازجا رو با هم بکنیم یا با هم اون بازجا رو انجام بدیم عالی شد علی رضایی کاش تو کنار مهدی نمیشستی واقعا فیل و فنجان شدیم عدد 51 در کنار هم دیگه شکل گرفت شاید هم 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
خیلی عالی. واقعا هر کس ببینه میگه به 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 به. آفرین علیرضا، چه پیرهن خوشگلی، قابل نداره. قرمز قربونه. بازخورد برنامه چطور بود برات؟ عالی بود. امضا میگیرن، عکس میگیرن. من اصلا تو خیابون آروم و قرار ندارم. از این مغازه به اون مغازه اصلا. خب خدا رو شکر. یعنی مورد استقبال قرار گرفته.
خدا رو شکر. خب هر شمات خدمتون، قبل از اینکه بریم سراغ بازی اول، ما توی مرحله مقدماتی شرکت کننده همون دوست بودن، رفیق بودن، تیم بودن و با همدیگه به این اشتراک رسیده بودن که بیان توی برنامه ما شرکت کنن و خودشون رو مک بزنن. اما در مرحله مقدماتی دوم، اما در مرحله دوم به این شکل نیست، شرکت کننده هامون برگزیده هر گروه هستن، پس لازمه که یه مقدار یخشون با همدیگه آب بشه، با همدیگه رفیق بشن که بتونن یه برنامه جذابتر رو تقدیم نگاهتون بکنن. برای همین ما یک تعارف ایرانی بین شما عزیزان راه میندازیم و شما برنامه رو باید با تعارف شروع کنید. شامل رای گیری نمیشه، صرفا برای اینکه با همدیگه رفیق بشینه. آمادگیشو دارید؟ خب پس دوستان من تا صحنه رو آماده میکنن، ما هم پر انرژی تر میرسیم خدمت. تعارف کردن یکی از صفات و رسوم بارز ما ایرانی هست. خیلی کار سختیه، نمیدونم، امیدوارم که شما بتونید این کار انجام بدید، تو این شرایط بتونید با همدیگه تعارف تیکه پاره کنید. شماره یک و دو محمد و شروین بیان. بله. منتظر مترو هستید؟ بله. مترو میاد وای میسه، انقدر شلوغه، فقط یکیتون میتونید برید تو با هم تعارف بکنید. آماده؟ سه دو یک. آقا بفرمید برید تو. شما بفرمایید. چرت هم اصلا راه نداره. جان موهات بفرم. موخو ندارم. چون خودش میخواد بره داره قسم علکی میده. برو قربون شکل ما. برو اشکال نداره، من وایم میستم بعدی. اصلا راه نداره. اصلا جوونی هنوز اول زندگی تا طاقتشو دارم. مو نداری بفرما، شما زودتر بفرما. جوونی آقا هنوز اول راهه. جوونی اول راهه. بفرما. من با این سیبیلا میگم طاقتشو دارم، شما مو نداری بفهم. من شکل دارم، من تجربه دارم، من تجربه دارم. تو هر تعارف میکنی یا تأخیرش میکنی؟ تو هر تعارفت داری به کچلیش اشاره میکنی. بابات اونجا مو داره؟ من زیاد به چشم هم نمیاد چون یه دونه خونه دارید. من چه اشتباهی کردم؟ الان در مترو اید. الان میره آقا، چه همزمان میره آقا. برو برو. نه نه ببرو. شاید باورت نشه، باید بری، شما کوچیک‌تری. من نمیرم. من میخوام شما بری. شروین بیا بره پایین، مهدی بیا تو. مسافری رسیدی خونه دوستت، میگه شب بمون، رو درواسی داری، کسی دیگه هم نیست که بری خونش، ولی خود داری تعارف هم میکنی دیگه. نه باید برم، دوستان منتظرن الکی، باید بری تو پارک بخوابی. آقا شب باید خونه ما بمونی. شما بیاد بریم خونه ما. تو مهمونی من که بیام خونه شما. شما من میخوام برم برم نزدیک یزد رای نیست. یزدی نزدیک. آقا تعارف الکی و که خب بیا بریم خونه ما. مام جام که زنگال بیزده شب به ما خانه ما. اون بارون برو با هم بیه میریم. من گفتم به من تو بگو چشم. من گفتم یواش یواش با هم میریم. با میمونه تو جو سوال یه دونه بزن تو گوشش دیگه. آخه سخته اینجا میدونی؟ این سخته. ببین شب باید بمونی عزیزم. حالا ایشون مهمون خونه شماست، شما بخوای نگهش داری به زور. خواهش میکنم برنج آب کشی کردم امشبو بمون. چته؟ نه دمپخت. دمپخت. بس گذاشتی رو وقت ضعفش میمونه. من حتما میمونم. من شبو میمونم. اصلا پذیرایی. ما بری. دست رد به قضا نمیتونه بزن. حالا خوبت داره. خب بپرسن. باش دیگه بچه ها. زود چیز نکن. ببینیم کته با چیه. خواهش چیه؟ آب گوشت. کته با آب گوش با تخم مرغ آب پز. جانم مهدی من میگم بیا دیگه. من فکر آخر عاقبت امشب و یک امشب بهت باید بگذره. سخت اینجا وایسادنم سخته بابا. درست قیافه نداریم، شخصیت داریم، نمیذاریم بری. داره تعارف میکنه ولی تو سیری مثلا. ببین من اشتها ندارم. سیر نمیشه. میشی الکی چی بگم آخه؟ نمیشه آب گوشت تنها خود باید کتر و سپونه بخورم؟ میگم که میدونم ما صبحش هم میشینه. ما کل انبارم بریزیم توی تو سیر نمیشی. و علکی تعارف میکنی؟ نه میگم که اگه سخت نیست میخوای بری بمون، اگه میخوای نری تعارف علکیه. بمون. تازه فهمیدی؟ تعارف علکیه. نه آب کشی پس میمونم. برنج آب کشی کردی؟ پس میمونم. آخه یه جوری تو ذوق کردی سر خوردن، ترسید بمونی شب خودش هم بخوری. الان میگن بچه ها سماورم روشنگ کنن. برو 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 عیلسه بیاد. من میمونم شبا. ما نیستیم خودمون، جای دیگه قول دادیم. رفتید واکسن کرونا بزنید، یه دونه بیشتر نمونده.
بزن آقا بزن سلام. بزن اصلا جام خوب نیست بزن اصلا نه 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 این یک دونه بوکسر فوقش بابا بمیرم دیگه میمیرم آقا تو به نظرم ببین به سیبیلت قسم تو برو واکسن رو بزن خب من اصلا من اصلا میشینم تو برو واکسن اصلا من دوست دارم فدای تو بشم فدای تو بشم نظیر معمولی اینجاست بذار بیرم من تو اینو بزن آقا تو نظیر معمولی اسم تو رو تریلی نمی آقا یه لحظه منو بگیر خب برای چی باید بگیرم آقا چه اتفاقی میفته یه لحظه منو بگیر منو بگیر من مجری هم اینجا آقا واکسن رو برو بزن دیگه نه من جام راحته نه تو جات راحته برو واکسن رو بزن این صحبت ها چی من یه دوز زدم تو هم یه دوز واکسن بزن یه دوز یه دوز میشه خیلی قاطی پاتی میشه من نمیزنم داداش میزنی بزن نمیزنی بزن بزنم تا بزن دیگه آروم باشی اصلا من میزنم بزن پایین نه تو چرا خودم میزنم آقا دوز سه ما نزدم برو هیچ کدوم میشه نزدم برم بزن دیگه بیاسا ولی جان من یه بار دیگه شروین و مهدی بیان این دوتا ترکیبشون مقابل هم سم میشه مهدی این بر تست کن شاید این بری تعادلت بهتر باشه این پنچر شده همون دیگه من پنچر رو عادت کرده بودم میدم ببری یه غذای خوشمزه برات درست میکنم ماشین خریدی داره به تبریک میگه تو این قابل تو رو نداره مال شماست آماده سه دو یک خیلی مبارک آقا مهدی مرسی ممنونم ایشالله چرخش برای خودم بچرخه ایشالله خواهش میکنم شیرین میشه که به اون میگه که تو ماشین خریدی دیدی بخیله هست آره قشنگه چی خریدی حالا خجالت بشه خب چی خریدی مگه نمیبینی ماشینو میگه چی خریدی حالا بچه تبریک میگی تو شنیدم شاسی بلند پراید که نیست هاچبک همون شاسی بلنده و اینا شاسی کوتاه نمیشه شما علاوه بر سقف تو وانت بگیری مبارک باشه قربان شما ان شاءالله به شادی باش بریم مسافر نمیخوای تعارف کنی یه دور با ماشینت بزنه اصلا ببین کاری باری داشتی ماشین مال خودت ها تعارف نکن هر موقع دوست داشتی مال خودتون آقا خواهش میکنم دستم میدونم مال خودت شدی یارو دیم خوش تعارف بود آخه مال خودتون آقا خلاص کاری باری سفری شمال چیزی کاری داشتی ببر میدونی واقعا ماشین تو بره با شمال آره بابا چی؟ ماشین چی شد؟ الو الو ارتباط قطع شد الو آقا من باختم من باختم به زنگ به افتخارش شد خب دیگه تعارفاشون هم با هم دیگه تیکه پاره کردن وقت مسابقه است وقت بازی اوله با ما همراه هستید و همراه بمونید بریم سراغ اولین بازی امشب خوشحال مصاحبه فارسیه؟ بله دیگه آخه چیز سخته یکم ترکیه بخوام به فارسی بگم حالا ببین انشالله خوب میشه اشکال نداره هر جا راحت بودی میتونی ترکی بگی بعد به ما ترجمهش هم بگی در خدمت خیلی خوش اومدی به مرحله دوم ممنونم زنده باشید مخلص هم لطف داری شما تو برنامه قبلی که پخش شد معرفیت کردیم اول برنامه دوست داشتی چطور معرفیت کنی؟ خوب بود خیلی هم قشنگ بود عالی بود عالی بود؟ عالی بود خوب بود به نظرم کامل کافی کاری هست که تو مرحله قبل انجام نداده باشی بعد میخوای بیای جبران کنی یا نه یه کاری انجام داده باشی میگی نه دیگه این کار انجام نمیدم خیلی بد بود فکر کنم کمتر کاری کردم کم کاری کردم به خاطر خستگی انشالله جبران میکنم آها کمکاری بود اونجوری توپ بودی و کمکاری کردم چون خودم بودم نه دفعه قبل با آمادگی کامل نیومده بودم این دفعه تلاش میکنم که 80-90% خودمو بذارم هنوز مونده شگفتانه داری یه 5 قسمت دیگه من میخوام تا بتونم خودمو بریزم بیرون تا فینال کلن 2-3 مرحله دیگه 5 قسمت دیگه میخوای که من بعد از فینالم ادامه میدم من اگه بتونم همونقدر که مرحله اول راحت و رها بودم مرحله دومم باشم راضیه همگروهیاتو دیدی؟ بله چطور بودن بچه ها؟ همه قدر یواشکی به ما بگو چی بگم؟ یواش بگو اگه بچه ها خوب نیستن به ما بگو نه اتفاقا خوبن از من بهتر بودن همگوری ها رو دیدیم بله رفاقت های تازهی شکل گرفت خدا رو شکر خوبه به نظرم برنامه جالبی میشه چند درصد احتمال میدی که از این گروه بری بالا بری مرحله بعد؟ 20% 50-50 50-50 امشب نمکتون مال خودمه واقعا اومدیم اینجا خودمون رو نشون بدیم دیگه باید ببینیم تماشاگرها کدوم رو بیشتر پسندیدن اگه بری فینال حاضری چی کار کنی که یک یا چند نفر خوشحال بشن؟ کودکان کار
دوست دارم کمکشون کنم. اگه موقع ببینم ماشین کسی خراب بشه برم هولش بدم، بیام از همین کار از اون. خب برای این کار عزیزم مالی به فینال برسه. هر کمکی از من برمیاد غیر از کمک مالی، هر کاری که بهم پیشنهاد بشه و با اون جایزه‌ای که حالا دریافت میکنم بشه انجام داد دریغ نمیکنم. من دوست دارم خانه سالمندان زیاد برم، قبلا هم این کارو کردم. حالا انشالله فینال رفتیم باز هم یه بار با شما همه با هم میریم خانه سالمندان. شاد کردن اون قش خیلی لذت بخش برای من. از نظر تو شادی واقعی چیه؟ شادی واقعی چه بتونی همه رو بخندونی؟ خندیدن همه مردم، نه تنها ایگان، همه مردم. اینکه پدر و مادرمون سالم باشن، همیشه شاد باشن، بعد هیچ خانواده شرمنده بچهش نشه، همین دیگه. شادی واقعی اینه که به نظرم نباید سخت بگیریم کلن توی زندگی، توی هر اتفاقی، چون میگذره و از همه چیز یه خاطره میمونه. اینکه در لحظه شاد باشیم خیلی زندگی رو قشنگ تر میکنه. میگه زندگی ساز دل است، تو نوازنده این سازی و بس، تو اگر شاد زنی شاد شوی، گرچه باشی چو قناری به قفس. قرار شب قشنگی بشه با این شرکت کننده های بانمک و دوست داشتنی. میخوام بریم سراغ اولین بازی. اولین بازی اسمش هست بازی بزن بعدی. هر کدوم از شرکت کننده ها نقش یکی از شبکه های تلویزیونی رو بازی میکنن. من کسی هم که کنترل تلویزیون دستمه و شما هر کدومتون شبکه های مختلف تلویزیونی هستید. محمد تختدار شبکه ورزش، شروین شبکه نسیم، مهدی نجایی شبکه 3، علیرضا قلعه‌نویی شبکه 1 و علیرضا خرمی‌زاده هم شبکه نسیم. دو تا شبکه نسیم داریم. مثلا میخوام شما رو به چالش بکشم ببینم کدومتون میتونید شبکه نسیم رو بهتر اجرا بکنید. یک موضوع داریم به هر شبکه‌ای که سر زدم اون شبکه باید حول محور اون موضوع برنامه خودش رو ارائه بده. موضوع هم اهمیت خنده و تأثیر اون هست. آماده این؟ بله. شبکه ورزش، شما اصلا نمیتونی با من بحث کنی به عنوان مجری. ببین من به عنوان کارشناس نظرم رو اینه که اگر این بازیکن زمانی که تکل انجام داده بود نمیخندید قطعا از داور کارت زرد میگرفت. اما ببین شما میگی نه نباید میخندی. کجای دنیا، در کجای دنیا شما با کی داری حرف میزنی؟ با مجری دیگه. آها شما الان کارشناس فوتبال هستی. بله بله شما دارید برنامه رو میبینید. بله 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 بله. در کجای دنیا شما دیدی یک بازیکنی تکل بزنه، تکلی که کارت داره، بعد یه لبخندی به بازیکن مقابلش، این تاثیر خنده. شبیه کلیناه، اون داور کچله بود. بله بله. شبکه نسیم؟ سیاه کوکونات اوبام نارگیل، سیاه وای سفیده وای سیاه. با اومدم امشب اینجا همه رو بخندونم. یه لحظه بلند شو. بیا 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 برای اینجا دستات اون بر دست آویزون اون بر. حالا دوباره شبکه نسیم. وای سیاه نارگیله اوبام کوکونات، سیاه وای سفیده. دستات هم فکر اومدم امشب اینجا همه رو بخندونم. باریکلا، از احلام چه خبر؟ هیچ خبر ندارم. برنامه تو اجرا کن خب. بله. وای سیاهه او سپیده، وای سیاهه کوکونات اوبام نارگیل، سیاهه وای سپیده. شبکه 3 چیکار داری میکنی؟ چیه؟ برنامه چیزی چی میگن؟ این آقای احسان علی خانی ماحصل؟ ماحصله گفته، گفته تو حست باش تا بیام الان میاد. چه ربطی الان به موقعیت چیز داشت؟ موضوع ما داشت اهمیت خنده و تاثیر آن. من 30 بار خندیدم، تصادف کردم در حد مرگ، ولی الان زنده‌ام. چرا؟ ماشین که سوار میشم رانندگی میکنم میخندم، هیچ جا نمیبینم، تلفی میزنم اون یکی. بینندگان عزیز، مهدی قصه ما. بعد
مریض میشم مثلا من احسان علی خانی من مهدی اون لحظه حس چی بود؟ هیچی ندیدم که حسی داشته باشم. خیلی حس سوزش. چرا چیزی ندیدی؟ حس سوزش داشتم چون تصادفم شدید بود. چرا با چشم دلت ندیدی اون لحظه رو؟ چشم دل؟ اونم میخندید. اونم میخندید هیچ جا. دورشو چربی گرفته چشم دلش. خیلی. بعد مریض میشن میگم خونه میخوابم باز تو تحت درمان میخندم. چرا؟ چون میگن خنده بر هر در در بی درمان چی؟ خنده بر هر در دواست. شبکه یک. سقف من سر من خراب شده، همسایه همه من خنده میزنن، تمام محل من و آبروی من رفت. آفرین، سریال پایتخت رو داره. زن من داره سبزی ریز 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 میکنه، داماد من روزنامه تاریخ مصرف گذاشته میکنه. جای دامادمه. خب. اگه دختر داشتم نمیدادم. حقیقت. نه نیما، نه کی رو میدم؟ سارا رو میدم، نه نیکا رو. رحم و رحیم، دارغوز. اهمیت خنده هم باریکلا خیلی خوب بهش اشاره کردی. وقتی سقف من سر من خراب بشه، بابای من بیا جوراب منو بدوزه، زیر پوش منو بدوزه، تو باشی خندت نمیگیره. شبکه نسیم. من مافیام بابا، من دارم میخندم. کسی که میخنده نمیتونه مافیا باشه. آقا من نقی معمولی از شبکه یک و گردن میگیرم، ایشون بره بیرون. نفر بعد. من نقی معمولی قطعا. اخطار برای شماره 10. یک بار دیگه بعد از صدای زنگ صحبت کنی به شما اخطار میدیم. چالش شماره 2 بفهم. من باختم، بعدم باختم، تو میای اینجا منو دیسلایک میدی؟ چرا؟ چی فکتی رویم؟ چی الان چی؟ اصطلاح فارسی. چی؟ استیلوی فکت میشه. بفهمید. من با استدلال بازی میکنم، به جان خودم ایشون مافیا. الان چرا دوتا شبکه دارید با هم مافیا بازی میکنید؟ راست میگی، منطقی هم هست. شب میشه. من میگم سر جان بشینم. شبکه نسیم اون یکی. شبکه نسیم. چمدون پر طلا پله پله میا بالا، چمدون پر طلا پله پله میا بالا، ایدی هر کی خوشاله یه جواز کربلا. کل حالتون چطوره؟ عالی. این جناب خان نبود. برنامه تموم شد. برنامه تموم شد. اون برنامه تموم شد. خب شبکه ورزش خوشنمک. سه‌شنبه‌ها، چهارشنبه‌ها، پنجشنبه‌ها، جمعه‌ها ساعت 23 از شب. انرژی عدن نده، بگو سه‌شنبه‌ها تا جمعه‌ها. تبلیغه. سه‌شنبه‌ها دوست داره اینجوری بگه، تبلیغه دیگه، دوست داره اینجوری. برنامه ورزش تو شبکه ورزش حالا دادن به ما گفتن تبلیغ کنیم. خیلی هم به اهمیت خنده نزدیک. نه 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 نه، اون آهنگ رو بلد نیستم بزنم که میاد پیام بازرگانی. حالا شبکه 3. آی علی خانی، شما هم بخند. آقا دیگه نمیخندی، اونقدر که یه جدی برنامه حذف شد الان من میخندم و هنوزم هستم. بخند از من. مهدی جان نزدیک افطار هستیم و یه جمله بگو، جمله آخر. قبول حق باشه گشنم. قبول حق باشه گشنمه. عالی بود. شبکه 1. پسر خاله، من بالغ بر 1000 کیلومتر جاده بین المللی رفتم، تو باز میای به من میگی مافیای تو هستم؟ رفتیم ساعت 12:30 شب، الان میخوام ساعت 12:30 شب شبکه ها رو یه سر بزنم ببینم چه خبره. شبکه ورزش. دیدی آخرش خندیدی؟ خندیدی. شبکه نسیم. تو رو خدا بفرمایید جاتون اونجا پنج کردم، تو رو خدا بشینید. بله برو بخواب. آقا پاچ ها بالا سر گوشتم. الان کیه؟ همون مهمون های مولودی هم. آها دیگه شب شده، میخوام بخواب. جور انداختی. شبکه 3. تا افطار ندیم من حرف نمیزنه. آقا هنوز بهت افطار ندادن، 12:30 شبه. ببین چه جور برنامه‌ایه. خب افطار و سحر رو با هم بدیم. آه من حرف بزنم. وعده وعده، همه وعده، همه وعده. شبکه 1. نقی این خروس. شبکه 1 هیچ برنامه دیگه به غیر پایتخت نداره؟ چرا؟ یه برنامه دیگه شو برو. یک اخبار. آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. هم اکنون
توجه شما رو جلب میکنم به اخبار شبانگاهی نصف شب تلویزیون کمپانی. نقی معمولی داره اخبار میگه. خبرای بدی دارم برای شما. قرار هوا خیلی خراب بشه. رعد و برق، طوفان، سیلاب. شرکه نسیم آقا ایشونو تریلی نمیکشه، ایشونو بدیم بیرون از این بازی. من 3 ساعت تو دفاع هم رای بدیم من برم بیرون. این نشد بازی که. بریم سراغ رای گیری. کدوم شرکت کننده به نظرتون با نمکتر بوده به همون رای بدید. 1 ثانیه دستتون رو روی شماره مورد نظر نگه دارید. شبید تو هم بیا بشین سر جات. 6 5 4 3 2 1 و پایانه فرصت رای گیری. یه تشویق باحال، پر سر و صدا، پر از جیغ، پر از سود به افتخار شرکت کننده ها بود. بیننده های عزیزم، هموطنان عزیز، شبکه نسیم رو تماشا میکنید. اگر شما هم احساس میکنید که با نمکی دوستا و آشنایان و رفقا و در و همسایه بهتون میگه وای چقدر شما با نمکید، حتما میتونید توی برنامه ما شرکت بکنید به عنوان شرکت کننده. یا اگر دوست دارید به عنوان تماشاچی در برنامه ما حضور داشته باشید، 30051 شماره پیامکی برنامه ماست. پیامک ارسال بفرمایید، با افتخار میزبان شما خواهیم بود. بریم برگردیم ببینیم که تماشاچیامون چه رأیی دادن به شرکت کننده ها. خیلی خوش اومدین. سلام میکنم به کسایی که از این لحظه دارن برنامه ما رو تماشا میکنن. بریم سراغ اعلام نتایج بازی اول، ببینیم که چه کسی با نمکتر بوده تو بازی اول. مهدی نجایی با بیشترین رأی، بعد از اون شروین و بعد از اونم محمد تختدار. علی دو تا علی رضا رأیشون کمه، باید تلاش بیشتری بکنن، با نمکتر باشن که دل تماشاگرامون رو به دست بیارن و در نهایت خدای نکرده با تندیس ترک نکنن برنامه امشب رو. بریم سراغ بازی بعدی. اسم بازی بعدی هست چی باشی. اگر خاطرتون باشه بینندگان محترم، ما در محله مقدماتی یه بازی داشتیم به نام بازی صداشی که یک داستان روایت میشد، یک سری صدا تولید میشد تو اون داستان که شرکت کننده ها باید اون صداها رو ایجاد میکردن. یه بازی دیگه هم داشتیم به نام بازی کی باشی که باید اون کاراکترها و شخصیت ها رو بازی میکردن. الان ترکیب شده چی باشی، یعنی هم صوت، یعنی هم صدا رو باید ایجاد بکنید و هم بازی کنید اون نقش رو، اون شخصیت رو. شخصیت ها رو دونه دونه میخونم. محمد مسواک. مسواک. شروین خوشبو کننده هوا. مهدی مایه دستشویی. خدا رو شکر تازه پر کردیم مایه رو. علیرضا از گلستان خمیر دندان. و اون یکی علیرضا حوله. محبت کنید، بیستید به همون ترتیبی که در تعارف ایرانی وایساده بودید. خب شهرام کدومتون بود؟ آه شهرام نبود. میخوام من شهرام شم، من شهرام قصه شم. یکی از بچه های پشت صحنه اگر قبول زحمت میکنه متن رو بخونه ما بازی کنیم. مرسی آی زرگر عزیزم. خب آماده؟ شهرام از خواب بیدار شد و رفت جلوی آینه. آینه کدومتون بود؟ حوله روی جاهوله ای آویزان بود و آرام آرام تکان میخورد. شهرام ابتدا اسپری خوشبو کننده هوا را برداشت، آن را کج کرد تا تاریخ انقضایش را ببیند. شهرام چشمش تاریخ تولیدش مال 2 ماه دیگه است. شهرام چشمهایش ضعیف بود، خیلی نمیدید. با دقت بیشتری نگاه کرد، سپس دوباره آن را برگردان و در محفظه‌اش گذاشت و زمانش را روی هر 15 ثانیه تنظیم کرد. 15 ثانیه شد؟ شهرام خمیر دندان را فشار داد. هر 15 ثانیه نزنی دوباره برات میگردونم تاریخ تو نگاه میکنم. شهرام خمیر دندان را فشار داد، چیزی از آن بیرون نیامد. آه خمیر دندان تو معلومه چیزی از این در نمیاد. آمیدم قایی رو مسواک بریزی و مسواک سوره، هرچی بریزی سور میخون. او خمیر دندان را بذارم پایین تات کنم، لوله کنم بزنه بیرون. بفرما کمی تازد. کمی تاب از پایین
از بالا. از بالا باید تا بزنم. باز هم چیزی از آن بیرون نیامد. شهرام زیر دو خم خمیر دندان را گرفت. نداره آقا، یه خمیر دندان پر می آوردی. شهرام خمیر دندان را اومد 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 مسواک کم کم داشت. سر 15 ثانیه زد. کلم گیج رفت. کلم گیج رفت. چی؟ کلم گیج. هیچی نداشتی؟ کاش من پر باشه. به چه پری لعنتی؟ شهرام خمیر دندان را کامل 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 تا زد. سپس محکم فشارش داد. خمیر دندان صدای بیا یکی بهت بدم برو دیگه. بالا آروم باش بابا میمیره. خمیر دندان صدای فرت داد و کمی خمیر دندان بیرون آمد. فرت فرت. خدا رو شکر سربلندت کردم. شهرام مسواک را برداشت. مسواک رو برو برداشت. شهرام مسواک را برداشت و به دندان زد. مسواک چرا خودش داره میاد؟ نمیاد. بیا اینجا. چه بویی دارم؟ مسواک تو فقط بیا. خب مسواک را برداشت و به دندانهایش زد. سور میخوره تو هر چقدر بدی سور میخوره. ابتدا آرام آرام مسواک را تکان میداد. رسام خود من. شهرام مسواک و خمیر دندان فشرده شده را سر جایش گذاشت. بچه ها منو بذارید سر جا. من مطمئنم من فشرده بودم. نصف این چیزایی که تو الان جا کردیم تو اون متن نبوده. بعد از این بازی آقای زرگر رو میاریم تو استودیو. هم خمیر دندونش میکنیم هم مسواکش میکنیم. لباش هم بشه. خیلی کینه داره. آقا دوره تو پست تو بکن. چی کرد؟ او مایه دستشویی را فشار داد. ببخشت یواش بگم. مایه دستشویی رو به اتمام بود و مقداری هوا در محفظه گیر کرده بود. چی فکر کردی؟ خالیش اینه. پرشه چی میشه؟ تموم شد. نه بسید مقداری هوا در محفظهش گیر کرده بود. به همین علت هر بار مایه را فشار میداد صدایی از آن خارج میشد. ولت 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 ولت. شهرام مایه را فشار داد. بس چیزی نیامد. شهرام تون تون مایه را فشار داد. تا این که بالاخره کمی مایه دستشون کف دستش بود. وای مهدی فشار از منه تو چرا وای وای. شهرام دوباره اسپری خوشبو کننده هوا را از محفظه برداشت. آن را سه بار تکان داد. آن گویی که درون قوطی اسپری بود. آها ببخشید. آن گویی که درون قوطی اسپری بود. آها یه دونه چیز داریم بیلک داخل داره. تق و تق صدا می داد. شهرام کمی اسپری خوشبو کننده به هوا پاشید. اسپری فسفس کمی کرد. شهرام دوباره اسپری را محکم تکان داد. این بار اسپری فس پرقدرتی کرد. فس پرقدرت باری شهرام شهرام شد. شهرام اسپری را در محفظه گذاشت. برشو محفظه. دستهایش را شست. حوله را برداشت. حوله مقداری گرد و خاک داشت. حوله شلا. شهرام شهرام حوله را کمی تکان داد. فایده نداشت. شهرام حوله را محکم تکان داد. سپس دستهایش را با حوله خوش کرد. او حوله را روی جا حوله‌ای قرار داد. تموم شد. حوله در مسیرش با مسواک و خمیر دندان برخورد کرد. نه نه این با شما برخورد کرد داداش. حالا بیا کمک کن. مسواک چه مسواک سردیگه گرفته. مسواک من دستامو خوش میکنم. بعد مسواک و خمیر دندون برن اونجا شما رو تو بینیم.
پرت میکنم تو جاهوله. خوش مسواک دور خودش چرخید، خمیر دندان فشرده شده و کمی تکان خورد. بذارید مسواک دور خودش بچرخه. ظاهرا افتاده اینجا دیگه. هیچی ندارم. اومدم کنارت. اومدم کنارت. مایه لرزی تکان تکان خورد. نزدیک بود بیفته. نمیرفته آقا. اینوری نیاد. آقا رو مسواک نیفته. حوله نداره. تکان تکان خورد. نه دیگه نیفته. تکان تلو تلو. نیفته یه وقت. نمیافتم. برو خدا نیفته. مایه ای بچ دارم نمیافتم. مایه افتاد روی حوله مسواک و خمیر دندان. نه نه. آروم آروم نیفته. مایه جان نیفته. شوخی آی سب کن بیافت اینجا آی حوله چند با آی هلی باید دیگه یه هر هیچ کار نشد اینجا آی تو دیگه بیافتی ما دیگه نفس آی شما این صحنه را ترک کرد رفت و در دستشویی را بست مطلب ببین خودت به من میگه وایس من بیافتم بعد بگو آی تو بیافتی ما دیگه ما نفس میدونه بگذیم مسئله دستشویی برن سر جاشون آقای زرگر بفهم داخل لطفا بفهم وای تشریف دوستان نهبت این متن رو نگاه کنید یه صفحه بود ما سه صفحه جوه کردیم پنج صفحه حداقل اون رو تکون دادم من چهار صفحه این رو له کردم مسواک چی پس هر بلایی سرتون اومد ایشون راوی داستان بودم میتونین هر بلایی که دلتون میخواد سر شد به کدام این گناه یه بلا فقط فقط یه دونه مایه دستشویی بیفته رو آقای سرگر من میخواستم نقش فلاش تانک رو بهش بدم به افتخار علی زرگر دوست خوبه ما رفیق دوست داشتنی با نمن خیلی هستی که کلامایی که من یوهایی میگم علی تو گوشم میگه چکریم نکرتم مرسی با ما همراه بودیم بزنید به افتخارش لنتون گم با اجازه دست و سوتو چید بریم رای گیری بریم رای گیری سری به شرکت کننده ای که از بقیه با نمکتر بوده تو این بازی رای بدید یک ثانیه دستتون رو نگه دارید 3 2 1 تمام من فکر کنم هممون گریمامون پاک شد میریم برمیگردیم دوباره یه ذره سرحال شیم و پر انرژی تر خدمت گذار شما باشیم شروین توی جمع خانواده و دوستات هم همینطوری با حال و بانمک هستی؟ من باید بگم اینو یا دوستان؟ دوستات بهت گفتن که تو به ما میگی؟ بله همین جوری هستم یعنی میگی میخندن؟ همیشه سعی کردم جمع و دست بگیرم و کلی بخندونم شروین تو جمع خانواده هم همینطوریه یعنی بیشتر اینطوریه آه اونجا راحت ترم هست بله. شروین روزی که اومدی برای مرحله اول فکر میکردی بیای مرحله دو اصلا یه ذره همگروهی هاشون رو دیدم رویم تضعیف شد ولی بازم بهشون امید داشتم چرا یعنی اینقدر بانمکه که مطمئن بودین که میاد بالا آخه تو هر جمعی میبینیم خیلی دوستش دارن هم تو همه یه جمعا میگن تو نیا ولی شروین بیاد خب چی یعنی چی یعنی شما رو دوست ندارن؟ چرا منو دوست دارم ولی شروین انقدر همه رو میخندونه و سرگرم میکنه دوست دارم شروین باشه حالا من بود نبودم هم نبودم درگیر بچه ها بودم هم اب نداره شروین باشه درگیر بچه ها؟ بله دیگه بگه بچه دارین؟ دوتا شروین دوتا بچه داره؟ بله چرا تا الان نگفته به ما؟ نمیدونم شما فکر میکردین شروین بره بالا؟ نسبتا با توجه به توانایی که داره بله از بچگی با نمک بود؟ تقریبا اگر بره فینال باید یه قولی به ما بده که یک یا چند نفر خوشحال بشن ما میخواییم که شما به عنوان همسرشون این قول رو به ما بدین شروین انجام بدن چون که شروین خیلی شکموه خیلی خیلی قول میدم که چند تا غذای خوشمزه تهیه کنیم بریم یه جایی با چند تا از بچه های کار کنار هم خوشحالشون کنیم امشب چطور خانم شما امشب احتمال میدین که شروین بره بالا از گروهش؟ دیگه انشالله که بتونه بره از نظر شما شادی واقعی چیه؟ دیگه دلت بخنده قصه تو دلت نباشه حالا لب یه موقع ناراحته یه موقع خندونه دلت بخنده خیلی مهمه به نظر بعد از برنامه خوشنمک ما بازیه که تو خود برنامه داشتیم رو تو خونه انجام دادیم؟ بله کدوم بازی؟ صداشی و حاضر سوال یعنی من الان عروستون و شروین رو بیارم میتونی یه حاضر سوال 3 نفری بازی کنی برای اولین بار در خوشنمک؟ شاید
الان میبینیم. چرا دیر کردی؟ ساعت چند باید میمدن؟ ساعت 11 شب بس میامدی؟ مجال ساعت چنده؟ خیلی وقت دید. خودت نمیدونی ساعت چنده؟ نه. خب خیلی دیر کردی. امیدوارم که خوشنمک امشب تا به این لحظه به دلتون نشسته باشه عزیزای دلم. بریم مجموعه آراء دوتا بازی اول رو با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم. به 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 رعیا نزدیک شد ولی خدایی به علیرضا رنگ ندادی؟ خمیر دندون له شد از جونش و تنش و بدنش مایه گذاشت. رعیا علیرضا فکر کنم خرابه. آره دکمه علیرضا فکر کنم خرابه. سیم منو لغت کردن. آره یکی پاش رو سیم توه. ولی خب محمد تختدار خوب رأیش اومد بالا. علیرضا خرمی‌زاده هم همینطور. کمالکان مهدی نجایی به عنوان نفر اول تا به این لحظه نمکدونش بیشتر از بقیه پر شده و بعد از اون هم شروین. بریم سراغ بازی بعدی. بازی بعدی هست بازی بگو مگو. یه سری سوال ازتون میپرسم، سوالایی که حتی یه بچه یک ساله هم میتونه جوابشونو بده، اصلا جواباش مشخصه چیه ولی شما نباید جواب بدید، یعنی خودتون رو باید بزنید به اون رو، یعنی اینکه جوابشو نمیدونید و در جواب این سوالات باید پاسخهای خلاقانه و کمدی بدید. شماره یک، آهن ربا چند قطب دارد؟ تک قطبیه. جا؟ تک قطبیه. نه نه ببین یه ذره بیشتر فکر کن، خیلی ساده است. آهن ربا چند قطب داره؟ اون چیه؟ شماره دو جواب بده. خب نزدیک شده بودی. خب جواب بده دیگه. تو بگو. بستگی داره چه شکلی باشه. هر شکلی باشه، جد باشه، مشخص باشه، بابا مربع باشه. اصلا هر شکلی باشه دو قطب داره. الان من جوابش دادم. بگو. بگو. آن رو با قطب ندارد. آقا الان من خودم من هول شدم. خیلی ساده است. آهن ربا چند قطب دارد؟ هفت. این هفته؟ هفت. دو میدونه ولی نمیگه. بگو. آهن ربا چند قطب دارد؟ بی قطبه. اینو نمیبینی؟ قطب شمال. دروغ میگه جنوب. دروغ میگه جنوب. خرس خیر خرس قطبی. خرس قطبی. جا. سه قطب. از سوال عوض کنم. یه سوال خیلی 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 آسون‌تر. الان جواب بهتون میگم. آهن ربا دو قطب داره. بگم. تو چه زبونم؟ بابا چه زبونم؟ مگه فر سه بگه. ها؟ آهن ربا دو قطب داره. بابا من زوتور میشم. یعنی تو شکلش فرق نمیکنه. نه. سوال بعدی رو خیلی آسان‌تر می‌پرسم، انقدر درگیر نشید، راحت بتونید جواب بدید. بله بله. روغن زیتون را از چه میوه‌ای می‌گیرند؟ خودت. ماشاءالله خدا رو شکر دیگه اینو جواباشو می‌دونن. شماره 5 اول بگید. هلو. روغن زیتون رو از هلو می‌گیرند؟ هسته خرما. میوه درخت کاج. چی؟ میوه درخت کاج. بابا میوه درخت زیتون ازش روغن زیتون. سه. شما میخواییم ما رو منحرف کنیم، زود زود میگین زیتون، پس زیتون نیست به جز هندوانه. دانه های روغنی سویا. دانه های روغنی سویا روغن زیتون میگیرن؟ کنجد. من بگم جواب اولش زی داره. زی زینالدین زیدان. تو بگو. زالزالک. زی زال زالک. زی آقا روغن، آقا روغن زیتون من از سوپرمارکت میگیرم، چرا میگی زی؟ جواب زیتون بود. داش درست میگو. بابا من هول میشم. داش درست میگو. استرس میگیری. استرس نگیری گفتی همه. استرس هول نشو. هول نشو. هول نشو. چهار پایه چند پایه دارد؟ دیگه از این آسون تر؟ بگو. بدون پایه است. تو بگو. هشتا. چرا چهار پایه باید هشتا پایه داشته باشه؟ چهار تاش کمکی. شما هر چی ببین. آفرین، یعنی تو میدونی چند تا پایه داره؟ بله. که چهار تاش. هشتا. آقا چهار تاش کمکی اون. چهار پایه. هشت منهای چهار. مال اینا کمکی سه تا داره. هشت منهای چهار. سه.
بفهم. دارای دو پای است، از این ستون به اون ستون فرج است. شما بازم سوال منحرف میکنیم مارو. میگین چهار پایه؟ چی بگم تو منحرف نشی؟ میخوای فکر کنی من میخوام بگم چهار، ولی مطمئنم چهار نیست. چهار دست. آقا تو حتی یه بار سوالا آقا حتی یه بار شده به غلط بگو چهار. نه اجازه بفهم. چی؟ چرا با دست داری اشاره؟ نه میگه ایشون بگه. نه میگم شماره سه جواب. اجازه بفهم. زرافه. زرافه خرطوم بلند. من میگم زیر گلوشه. من بگم میخوام خوشحالت کنم. فیل. اشتباه بود. دیدین همون گفت چهار اونم نگفت. گفتی فیل؟ نه آقا الان درست گفتی. نه گفتی اشتباه بود. اعتماد کردم. آقا جان من یه بار دیگه بگو درست گفتی. نه بابا میگم درست گفتی بردی. یه بار دیگه بگو چی بردم. یه بار دیگه بگو چی گفتی. فلامینگو گفته بود. فلامینگو آقا مگه تو الان نگفتی فیل؟ گفتی غلط آخه. نه ولی فکر کنم اشتباهه. مرگ بر تفرق انداز. 100% فلامینگو اشتباهه. بله. مجری برنامه خوشنمک کیست؟ عزیز دلی. رامبد جوان. علی خانی. میمسات. شما بگو. میمسات. میمسات؟ خب بگو کاملش کن. کاملش کنم؟ آخه نه. گفته نگیم. میمسات. اسمش آم اگه اختلاس کرده که نگیم. من چی نمیدونم. شعبیل شیخی. زن یا مرده؟ زن یا مرده؟ مرده. مجرد یا متأهل؟ به تو چه؟ کدوم برنامه؟ فقط اسمشو بگو. خوشگل یا زشته؟ اسمش میلاده، فامیلیشو بگو. همون خوشگل. میلاد کیمرام. میلاد کیمرام درست گفتم. یه! شما چرا تایید می‌کنید؟ من می‌خواستم بشم. زحل اومدی بیا بشین. نه میلاد سا میلاد صالح همینه؟ صالح ادامه، میلاد صالح، همون که خوشتی په آقا میلاد صالح فور قد بلنده، قد بلنده من میشناسمش، همون شد خوشتی په، آخر خوشتی په لباساش قشنگه، لباساش قشنگه خوش لباسه. من میدید، این همه سوال آسون پرسیدم، یعنی آسون ترین سوال های ممکن هیچ کدومش نتونستی جواب بدید. یه دونه سوال دیگه میخوام بپرسم، یه از همه اینا آسون تره، خواهش میکنم اینو جواب بدید. اکوکاردیوگرافی چیست؟ از این آسون تر؟ نه خیلی خوبه، عالی. عالیه. بفهم. شماره سه جواب بده. به سوال خوبی اشاره کردیم. شماره بفهم. اکوکاردیوگرافی چیست؟ یکی از روش‌های بررسی دریچه‌های قلب، جریان رگ خون و خود دریچه‌ها. ساختار قلب بررسی می‌کنه. در جریانی که همکلاسی بودیم همه با هم. بطن چپش اگه مشکل داشته باشه دکتر. نه. درست گفت. جان. آفرین. نصف دکترا نمی‌دونن این چیه. سلول‌های خاکستری. شما واقعا منو مسخره کردین. چرا؟ چی گفتیم مجه؟ نه. بریم سراغ رأی‌گیری. تماشاچیامون فرصت دارن 10 ثانیه به شرکت کنن، این مورد نظر خودشون رو رأی بدن. اونی که توی محله با نمک‌تر بوده راحت‌تر تونسته سوال ما رو جواب بده و با مزه تر. یه بازی دیگه مونده. همونطور گفتم نتیجه آرا دیگه نمایش داده نمیشه. بریم و برگردیم آخرین بازی خوشنمک امشب رو تقدیمتون کنیم.
خوشحالیم که با یک قسمت دیگه از خوشتمک در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا به این لحظه تونسته باشیم صدای خندتون رو در آورده باشیم تو خونتون و خندیده باشین و لذت برده باشین. به ما که اینجا خیلی داره خوش میگذره و خیلی داریم میخندیم. امیدوارم این اتفاق برای شما بیننده های محترم هم افتاده باشه. اسم بازی آخر بازی زد و بنده، بازی که پنج شرکت کننده با هم دیگه توی یک موقعیت مشترک قرار میدن، بنده رو قرار توی موقعیتی قرار بدن با زد و بندی که با هم دیگه میکنن. حالا یه دفعه زد و بند میکنن میرن برای من خواستگاری، الان نمیدونم موضوع زدشون چیه، حتی به خود منم نگفتن و ببینیم که چیه موقعیتشون. سلام علیکم. سلام علیکم. درود. چه بلایی میخواین سر من بیارید؟ ما بلا نه جایی نمیخواییم. خب گوش کن، من میگم ببریم آقا میلادم، ببریم مسافرت دوره همین. من باید صحبت کنم. کجا؟ آقا میلاد ما میخواییم بریم آمپول بزنیم، جایی تو نیست. ببین منم میام نیم رفیقام، این حالتون بعد من بخواه آمپول بزنیم منم بیام همراه. آقا شما ما حواسمون چیه؟ آقا رفاقت به درد همین جا میخوره دیگه. داریم میرم آمپول بزنیم من بیام. من خودم هم آقا جا میاد اونجا میبینه از نزدیک آمپول رو میترسه. نه ماشین هاچبک پنج نفری کجا؟ درشته اگه به وست بخوایم آقا بگیم کجاست، من خودم میام. من خودم جایی نیست، جایی نیست. تاکسی اینترنتی میگیرم میام. نه نه ویلا مال منه، من نیام اون بیاد. علی آقا این که چی مال توه؟ هیچی آقا تو ویلا میخوان آمپول بزنیم من میام دیگه. نه بغل یه لحظه بذارم. دکتر گفته من نمیتونم بیام، میخوام بریم همونجا. آقا میندازیم صندوق. من میام دکتر رو میارم برات. چی میترسی؟ یکی میندازیم صندوق. آقا آشپز کلی وسیله گرفته. اصلا آقا این تو نیا، این آشی غذا درست کنه. این آشپز این غذا این اصلا به خاطر تو باید غذا این نمیشه. من دست راستم. آقا تو نیا، من بیام غذا سوپ درست میکنم قبل آمپول زدن. نه 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 درست کردی. قبل آمپول میگن چباب میچسب. قبل آمپول چباب میگن. من بیام چباب نمیخورم. نه نه گول نخور. من کباب درست میکنم مشتی. آقا من میگم که آقا میلادو میبندیم رو باربند. زشته بابا، زشته بابا، علیرضا رو میبندیم رو باربند. من که جایی رو اشغال نمیکنم که من راست میگه خدای درد درم میشینم. این بغل راننده بشینه اصلا. تو بشین بغل راننده، من میگم آقا میلادو ببریم، گناه داره. آقا درست جوونه ولی بسیار دمت گرم سفر مشی اسیدا داشت تا پخته شود خام. نه 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 موافق نیستم. دوست داری تو نیاری؟ موافق نیستی با این ضرب المثل؟ نه نه با ضرب المثل موافقم، با اینکه میلادو ببریم موافق نیستم. آقا مگه ما یک استخر یک در سه نداریم؟ بله. این اگه بره داخل میبینه چقدر؟ 30 سانت در 30 سانت. آقا من نمیاد، اینجا نمیگیره داخل آب، بعد آبی نمیمونه این بره داخل. من میرم ببریم. استخر نمیاد، زشته بچه. قرعه کشی کنیم یکی رو ببریم. آقا من یه پیشنهاد دارم. مهدی پالان پولون پولی. مهدی من میام برای چلو گوش درست میکنم. بذار پالان پولی پولیش. مهدی آمیلاد وسوسه نکن. ششتی ششتی. نه 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 منو این ور اون ور نکن. آقا حواسی به من باشه. ترچین درست میکنم. همه اینا تو لیست نمونه کار بیارم. آقا مهدی نمونه کار بیارم. آقا مهدی بچه ما الان قرعه کشی میکنیم، حالا پولون پلین میکنیم ببینیم کی تک میفته. اون که تک افتید نمیبری بشه. بریم پالان پولون پلیچ. بریم پالان پولون پلیچ. آقا میلاد بفرمایید. بچه‌ها بونش. دیگه نزنینا. شما هم تشریف. نه. هر کی تک آورد نمیبری بشه. هر کی تک آورد. تمام. شما بیا نظارت کن چه اگه کسی. هر کی تک آورد نمیبری بشه. 3 1 2 1 1 همین رو می‌خواستی؟ همین رو می‌خواستی؟ تمام. حالا که من از شما حمایت کردم. ببرید بارتون بود
شما بیرون باش تو شرومت صدا می‌کنی خدافظ من که میدونم آمپول نیست خدافظ خدافظ شما بیرون باش تو شرومت صدا می‌کنی ما میریم آمپول می‌زنیم میای من رو تو صندوق عقب میام داداش آمپول می‌زنیم زود منم ببر تو برو استراحت کن من میام من یه چیزی رو بگم ولی من یه چیزی رو بگم حالا که ما بردیم آقا میلادم با همون میاد خب ولی دور از انصافا خیلی رفیق خوبی من از اول گفتم بیار خیلی پایه بود ما تعریف تو کردم که میشیدم استفاده از اول تعریف شما چهار تا میگفتیم بیا اون میگفت چرا باید بیا میگفتم بابا گشتیم ما این انسانیت کجا رفت یک کثافتی بزنم تو سفرتون داداشا فقط شما با هم زیاد نزدیک نشین من اینجا کالباس میشم یکم فاصله تو نهایت یه چیزایی میگفتی تو کی کجا چرا الان باز خمیر دندان میاد بیرون ها سخت گفتی سخت کوچیکه من و ایشون با هم دیگه تو سخت باشم شما جا نمیشین ها بابا تاپ گرفت تاپ گرفت جاستیم تاپ میگیره به خدا دوستان صندلی جلو بغل من خالی ها رأیتون رو بدید شما رأیتون رو بدید اون بغل جا هست بابا موره 3 و 5 رو آقا صندلی جلو من رو خواستی بذاری رو بار من دیافراگ من دیافراگ همین رو میخواستی همین رو میخواستی دیدی دیدی گفتم نکن من شکر گفتم بخش چپم خودت به بیننده ها بگو میریم برمیگردیم بینندگان عزیز میریم برمیگردیم آقا بیزار میده فشار این داره بیزار میده چون بشم خب خب واقعا از اون برنامه‌ایه که دوست ندارم تموم شه انقدر که با نمکن شرکت کننده همون و انقدر تماشاچی همون پر انرژی هن ولی دیگه وقتش رسیده که ببینیم این تندیس رو کی قراره با خودش ببره خونه بدیم جا بدیم ببریم میکروفوناتون قطعه؟ نه یک دو سه نه من مامانم گفت نمک دون نیاوردی خونه نیا اه منم گفته نقد رو به نسیه نذاره بچسب اون نقده مامان این نقد نقد نه شما که شما مال خودمه جا مال خودمه مال خودم مال خودم میبرمش نمیدام بدم میگیرمش آقای سالپور انقدر این جمعه با هم رفیق شدیم از گوشه های مختلف ایران که بله. اصلا خوشنمک و که برنده میشه گلستان آذربایجان گلستان همدان همدان گلستان گلستان دو تا علیرضا دو تا از گلستان از گلستان آذربایجان غربی همدان یزد خیلی جالبه دیگه این تندیسه مهم نیست اون رفاقت هست که دیگه ماندگار میشه واقعا هم دیدید خیلی مثل دورای اول که حالا همه از یه شهر اومده بودیم آفر. اینجوری با هم ارتباط داشتیم بر. کمک میکردیم به هم یه جایی آفر ممنون از نظر اینقدر تخصصیتون اجازه هنوز هم قراره بخندیم اینقدر جدیش نکنیم قضیه رو توش نمک هم داره ابی نمکی تو میخواستیم اگه داره بده برم بله نمکم چوسان قدیم یه نمک خاصیه که باید توش بخوابید یعنی با آب قاطی میکنید توش میخوابید با نمک خیار شروع میشیم و این که به نکته قشنگی اشاره کردی محمد یکی از جذابیت‌های مرحله دوم خوشنمک دقیقا همینه که ما توی هر قسمت توی مرحله دوم از اقصانوقات سرزمین پاکمون اینجا شرکت کننده داریم محبت کنید بیستید پایین؟ بله تماشاچی عزیز کی با تندیس میره خونه؟ 4 3 5 5 خیلی نظر شما خیلی برام مهم بود متشکرم از اینکه شرکت کردی تو این نظر سنجی و اما برد و باخت اصلا مهم نیست نیت ما خندوندن دل خندوندن همیهنان عزیزمونه و شاد کردن دلشون دو تا علیرضا بیان پیش من این بر وایسن میخوام به تفکیک اسم چی جوری دو تا علیرضا این بر وایسن شما سه نفر این طرف وایسید یا این دو نفر اون دو نفری هن که میرن مرحله بعد یا این دو نفر اون دو نفری هن که ما باید باشون خداحافظی کنیم جا؟ خداحافظ پس همگی با هم بگید خداحافظ
خدا حافظ علی رضا ها. فعلا خدا حافظ. خب رأی دو علی رضا رو با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم چقدر رأی آورده بودن. کامل جلوی مانیتور رو گرفته بودی ها. بله رأیشون هم تقریبا با هم دیگه برابر بوده. دو تا علی رضا از استان گلستان. خب به رسم یادبود یادگاری دو تا تندیس با رنگ سفید تقدیم حضورتون میشه به پاس قدردانی از اینکه در برنامه ما شرکت کردید، اومدید، دل همیهنان عزیزتون رو شاد کردید و این خودش دنیا ارزش داره و اینکه حذف شدید مبنی بر بینمکی شما نیست، خدای نکرده شما تلاشتون رو کردید و جا تو دل مردم باز کردید، دمتون هم گرم. و اما شما سه نفر، از این سه نفر یک نفر باید با تندیس بره، یعنی کمترین رأی رو داشت. خب میخواد من همینجا بگیرم و برم که باید برم محله بعد. شروین جان تو خیلی با نمک خیلی هم دوستت دارم قلبا، ولی بعضی وقتا پیش میاد دیگه. شاید امشب نتونستی اونجوری که باید و شاید خودتو نشون بده. این تندیس رو بگیر. ممنونم. و بده به مهدی. مهدی تو واقعا گوله نمکی. مخلصم. یعنی این یه گله برفی که از بالای قلنجی قل خورده گنده شده پایین کوه، خودت یه کوهی شدی از نمک. ولی خب حال نکردن مردم باهات. پیش میاد. نظرت چیه؟ نظر خاصی نداره. حالم خوب شده. بده به محمد دیگه اینجا بمونه. نه قربون اون لحجه شیرینت برم. قربون شما برم. زنده باش. خیلی با نمکی، خیلی با استعدادی، خیلی خوش انرژی، خیلی فهمیده ای و خوشحالم که در این برنامه در کنارت بودیم. تا به اینجا اومدی بالا، دوست داشتم که در مراحل بعدی هم با ما باشی و هستی. خیلی دیگه داره هستی، ولی جای تماشاچی ها به افتخار محمد تختدار. محمد بیا اینجا، بیا اینجا، بیا داره میریزه، بیا داره میریزه، داره میریزه، داره میریزه، خوبم و میچسبه، و میچسبه، داره میریزه. تمکنون شما رو پشت صحنه بچه ها تقدیمتون میکنن. چقدر هم سنگین بود. رنگش هم عوض شده ها، نقره‌ای شده. توی مرحله مقدماتی برنز بود، الان شده نقره‌ای. تو مرحله بعدی میشه طلایی. تو فینال هم که دیگه نمیدونم چه رنگی میخوام بدم، فکر کنم صورتی بدن. خوشگل میشه. خیلی ممنون از اینکه ما رو تماشا کردید. مرسی از اینکه با ما همراه بودید. من یه نکته کوچولو اجازه میدید بگم؟ رأی دوستان ببینیم، رأی بقیه دوستان هم ببینیم. مهدی نجایی ماشاءالله تقریبا 70% نمکدارش پر نمک شده. شروین زیر 50% و محمد تختدار هم که رأیش رو داریم میبینیم. خیلی مخلصم. صحبتی داشتی؟ یه نکته کوتاه بگم. آقا چندی پیش چند تا جوون دستگل کشورمون که از مرزهای ایران حفاظت میکردن توسط اشرار به شهادت رسیده. من خواستم بگم اگه ما اینجا بودیم در کنار شما همه با هم خندیدیم به لطف رشادت های این جوانای عزیزیه که واقعا سنگ تموم گذاشتن. به افتخار همه شهدای عزیزمون، مخصوصا شهدای مرزبانی، یه دست مرتب است. واقعا همه شهدای عزیز کشورمون، چه کسانی که توی 8 سال دفاع مقدس از جون و پوست و گوشت و خون خودشون مایه گذاشتن برای ناموسشون، برای ناموسمون و برای خاک پاکمون، چه شهدایی که در مرزهای کشورمون از خاک ما محافظت میکنن، چه کسانی که در خارج از مرزهای کشور برای جلوگیری از پیشروی اشرار و
کسایی که میخوان به خاک کشور ما تعرض بکنن اونجا دارن شهید میشن، جانباز میشن و با گوشت و پوست و خون و تنشون از این مملکت دفاع میکنن و ما هم همه شادی این برنامه و همه شادی این کشور رو مدیون رشادت ها و از خودگذشتگی های شهدای عزیز کشورمون هستیم. می ایستیم و ایستاده شهدای عزیز کشورمون، جانبازا و ایرسارگران عزیز کشورمون رو تشویق میکنیم و همه شادی این برنامه رو تقدیم میکنیم به دلاور مردان ایرانی. یا علی، خدا نگهدار.